بیانیه، سخنرانی و لحظه گریه و بغض دکتر مسعود پزشکیان پس از مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه. همونجور که میدونید مراسم امروز ساعت 8 صبح به وقت تهران برگزار شد و پس از اون هم به سمت نواب پیکر شهید اسماعیل هنیه حرکت کرد و بعد از اون هم اتفاقاتی افتاد که قصد داریم تو این ویدیو بهش بپردازیم. قبل از اینکه برسیم به صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان، به نظر میرسه نامه ملک سلمان به پزشکیان حسابی در فضای مجازی پخش شده و به گفته خبرگزاری عربستان سعودی، پادشاه عربستان پیامی رو به مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در رابطه با روابط دو جانبه این کشور ارسال کرده و در بخشی از این پیام نوشته که خرسندیم، تبریک صمیمانه جناب عالی و آرزوی موفقیت و بهروزی را برای جناب عالی ارسال میکنیم. پادشاه عربستان آرزوی خود را برای ادامه توسعه روابط دو کشور اعلام کرد. اما در جدیدترین اتفاقی که افتاد به نظر میاد دیوارنگاره میدان ولیعصر با تصویری از رئیس جمهور و شهید هنیه اینجوری روی بیلبورد رفته و الان داری روی صفحه مشاهدهش بکنید. اما در خصوص صحبت‌های دکتر پزشکیان در خصوص این اتفاق و بعد از اون هم برسیم به اون فیلم جالب توجه و جنجالی، دکتر پزشکیان در این خصوص گفت ذره از حمایت فلسطین کوتاه نمی آییم. رئیس جمهور در گفتگو با جانشین دفتر سیاسی حماس گفت رژیم اشغالگر در همه سیاست‌های جنایتکارانه خود ناکام مانده و این گونه اقدامات شرورانه خودش رو دارد پیش می‌برد و الان به بن‌بست رسیده. رهبری ملت و دولت ایران نه تنها ذره‌ای از حمایت از ملت مقاوم و مظلوم فلسطین کوتاه نخواهند آمد، بلکه با عزمی راسخ به حمایت و پشتیبانی از محور مقاومت خصوصا مردم فلسطین و مظلومین غزه ادامه خواهند داد. در ادامه هم به نظر میرسه جانشین دفتر سیاسی حماس گفت شهادت حاج اسماعیل هنیه در تهران حکمت و مصلحت خداوند متعال بود تا بار دیگر در همتنیدگی و همراهی اعضای محور مقاومت رو با یکدیگر نشون بده. در ادامه هم دکتر پزشکیان فیلمی ازش منتشر شد که وقتی خبرنگار ازش راجع به آخرین فیلمی که از هر دو شخصشون بیرون اومده بود صحبت کرد، بغضش ترکید و نتونست ادامه صحبت‌هاشو انجام بده و در ادامه با هم دیگه فیلم مربوط به اشک‌ها و صحبت‌های دکتر پزشکیان خواهیم دید. و به نظر میرسه در جلساتی که با مقامات کشورهای خارجی هم داشته، رئیس جمهور در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهور چین گفت که چین از همه ظرفیت‌های خود برای محکوم کردن جنایتگری‌های رژیم اشغالگر استفاده کند. فرستاده ویژه رئیس جمهور چین گفت ایران کشوری مهم در منطقه و شریک راهبردی برای چین است. رئیس جمهور در دیدار با رئیس مجلس بلاروس هم گفت دولت 14 متعهد به اجرای نقشه‌های راه بلند مدت روابط ایران و بلاروس است. رئیس مجلس بلاروس هم در ادامه گفت مواضع اعلامی سیاست‌های خارجی جناب عالی مایه خرسندی و امیدواری است. ببینیم تصویری که وقتی بغض رئیس جمهور سوال خبرنگار رو بی پاسخ می‌ذاره. او این بار هم میهمان ما بود. روز تحلیف وقتی مواضع ضد صهیونیستی رئیس جمهور رو شنید چقدر به دلش نشست. تا آنجا که آخر مراسم او را در آغوش گرفت. چند ساعت قبل از شهادت در آغوش داشتید ای تنیه رو؟ حالا چه میگفتن بهتون؟ نمیتونم حرف بزنم. ما امروز میدانیم که تمام حق در مقابل تمام باطل ایستاده است و ما میدانیم که هنیه بلندترین صدای مظلومیت فلسطین در جهان بوده و برای همیشه خواهد بود و با شهادت خود این را ماندگار کرد. شهید هنیه نه فقط یک مجاهد شجاع بود، بلکه یک مربی حکیم برای مقاومت بود. امروز ما شاهد تقابل شرارت صهیونیستی و شرافت فلسطینی و اسلامی هستیم. امروز در غزه و در فلسطین انسانیت در برابر رذالت و شرافت
در برابر برگزار خواهد شد. اما به نظر میرسه که علیرضا زاکانی شهردار تهران در اجتماع مردمی صحبت‌های تندی رو علیه رژیم اشغالگر کرد و به نظر میرسه گفته که وعده صادق قدرت مقاومت و سیلی زدن به دشمن رو آشکار کرد. انتقام سخت و مقابله شفاف با این رژیم ننگین وعده ای است که نظام اسلامی داده است. سرعت سقوط و نابودی این رژیم باید تسهیل شود. امروز آزمون دیگری برای مدعیان آزادی در اروپا خواهد بود. در ادامه هم دکتر مسعود پزشکیان در یک بیانیه جدید منتشر کرد از خودش و در این خصوص صحبتی را با رئیس اقلیم کردستان انجام داد و در این سخنرانی اینجوری گفت که تروریست ها پاسخ این جنایت خود را دریافت خواهند کرد. دشمنان ملت های منطقه تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات و ایجاد تفرقه کشورهای منطقه را با یکدیگر درگیر تا بتوانند منافع خود را به پیش ببرند. رئیس اقلیم کردستان عراق در پی صحبت های رئیس جمهور منتخب گفت هدف رژیم اشغالگر ترور آقای اسماعیل هنیه شرارت افکنی در منطقه بود. انقلاب اسلامی تنها متعلق به مردم ایران نیست و ما هم به آن احساس تعلق داریم. در ادامه با هم دیگه خواهیم شنید فیلم از صحبت‌های چند ساعت پیش، بهتر بگیم که حدوداً یک ساعت پیش انجام داد شهردار تهران یعنی علیرضا زاکانی. ببینیم چه صحبت‌هایی رو انجام داد. در ادامه بررسی‌های بیشتری رو در خصوص مهمترین اتفاقات 24 ساعت گذشته خواهیم دید و بعد از مراسم فردا باید ببینیم که چه اتفاقات و واکنش هایی در پی خواهد بود. با ما همراه باشین، بشنویم جدیدترین صحبت ها، سخنرانی ها، بیانیه ها و اتفاقاتی که در ساعت های گذشته افتاد. وعده صادق در ادامه طوفان الاقصا قدرت مقاومت و قدرت حرکت و سیلی زدن به دشمن رو مشخص و آشکار کرد. انتقام سخت و برخورد قاطع و مقابله شفاف با این رژیم ننگین وعده ایست که نظام اسلامی داده است. ما در آینده نزدیک خواهیم دید که این رژیم چگونه از این کرده خود پشیمان خواهد شد. امروز روز امتحان است، امتحان ملت‌ها و امتحان دولت‌هایی که به دنبال حقند و به ویژه کشورهای اسلامی که این حرکت کور و ننگین رو در عمل محکوم کنند. فراتر از زبان، تعاملات و ارتباطات جهانی و منطقه‌ای خود رو آنگونه کنند که سرعت سقوط این رژیم و نابودی او